عرض سلام و درود خدمت دانشیان محترم این دوره محمد مهرپوی هستم با تدریس کتاب Vocabulary in Use Elementary در خدمتون هستم و درس دو رو شروع میکنیم Birth, Marriage and Death Birth, تولد, Marriage, ازدواج و Death به معنی مرگ است امیدوارم دو قسمت اول خوب گیر کرده باشین که دیگه به قسمت آخر نرسید حالا حالا خب با برث شروع می کنیم had a baby was born and weighed خب have a baby به معنی بچه دار شدن هست انا had a baby yesterday در مورد yesterday هست پس انا دیروز بچه دار شد و دوستان فقط توجه کنین که تلفظ این yesterday و yesterday هر دو تلفظی صحیح هستند he was born at 115 yesterday morning he was born born به معنی متولد شدن و به دنیا اومدن هست توی فارسی و شما باید همیشه اینو پسیو استفاده کنید وقتی میخواین بگید کسی یا خودتون حتی متولد چه سالی هستید از I was born استفاده میکنید یا they were born همیشه باید پسیو گذشته استفاده بشه He was born at 1.15 yesterday morning. دیروس صبح 1.15 دقیقه به دنیا آمده و He weighed 3 kilograms. Weigh فعل اصلیش هست که گذشته شده و شده weighed. و میشه اون 3 کیلو وزنشه. 3 کیلو وزنش بود وقتی به دنیا اومد. اگر بخوایید از کسی بپرسید چقدر وزنه میتونید بگید What do you weigh؟ یا <متصفيق> yeah, How much do you weigh? What do you weigh? این چند کیلوی How much do you weigh? چند کیلو که میتونه بگی I weigh هر چقدر که وزنش هست They're going to call him اینجا call him John after John his grandfather ببینید کال به غیر از معنی تماس گرفتن و صدا زدن اینجا به معنی نامیدن هست They're going to call him John میخوان بهش بگن جان یا صداش بذارن اسمشو بذارن جان After John his grandfather بعد از پدر بزرگش که جان بوده دقیقا مثل من که اسم محمد هست uh, My parents called me Muhammad after my grandfather بعد از پدر بزرگم که از دنیا رفتن اسم من رو محمد گذاشتن احترام رو نشون میده توی خانواده ها and his grandfather's birthday was uh, his grandfather's birthday is June 16 too. خب uh, birthday میدونید دونید تولد هست تولد پدر بزرگش هم 16 جون هست too. But he was born in 1941. دوستان برای سال همیشه حرف اضافه این بعد استفاده کنید یادتون باشه اینو که پدر بزرگ 1945 به دنیا آمده و The baby's parents were born in 1941. 74 و اینکه پدر مادر این بچه هه که میشن بچه های جان جان پدر بزرگ were born in 1974 اینجا چون که پرنس جان بوده گفته were born اینجا یه نفر بوده was born in 1974 توجه کنید که اینجا نمیتوند بگید که مثلا انا got a baby. نه انا had a baby اینجا توی وارنینگ هم گفته ارور وارنینگش هم گفته و اینکه was born همونجوری که توضیح دادم شما نمیتونید بگید she born یا he is born یا she is born نه no. she was born حتما بعد پسیو گذشته استفاده بشه بریم توی سیکل دو, دو, زندگی marriage اینجا چند تا کلمه برام نورد single مجرد married متحل ویدود توی فارسی کلمه بیوه براش استفاده میکنم نمیدونم حالا چقدر کلمش محترمانه باشه یا نه سپریدد دو نفری که از هم جدا میشن و دیورست دو نفری که از هم طلاق میگیرن متعلقه به, به روایت این که توی فارسی هست و گات میرید هم مزدوج شدن خب if you do not have a partner you are single اگر پارتنری ندارید اه, یعنی اگر یه آقا هستی و خانوم نداری زن نداری البته و اگر یه خانوم هستی که شوهر نداری you are single پارتنر فقط به معنی شریک زندگی نیست به معنی هر شریکی توی هر کاری داشته باشی وقتی که با یکی درس میخونی you have a partner ولی اه, نمیتونی بگی، I'm not single because I have a partner in my class نه توی کلاس اگه پارتنر داری با این پارتنر زندگی متفاوت هست های در کل If you don't have a partner you're single If you have a husband or wife you're married اگه زن و شوهر داری married هستی If your husband or wife dies اگه یکی از طرفین خدای نکرد بمیره you are without شما بیوه خواهید شد یعنی you are without چون بیوه هستید و if your marriage breaks up breaks up یعنی تموم شدن پایان یافتن if your marriage breaks up اگر اینکه ازدواجت uh, breaks up بشه you are separated or divorced فرق دیورس با اینه که, uh, separated اینه که separated اینه که خب دیگه با هم زندگی نمی کن. ولی دیورس اینه که the marriage has legally ended به صورت قانونی legally ازدواجشون پایان پیدا میکنه دیگه اسمشون از تو شناسای من هم در میاد تو ایران البته این شکلی است. بیل ان سارا گت مرید حالا اینجا هم گفته که بیل ان سارا گت گت مرید got married. گذشته ازدواج کردن فقط اینو توی ذهنتون داشته باشید که اگر بخواید بگید فلانی با فلانی ازدواج کرد بعد از فور ش... example سارا گت مرید تو بیل اینجا هست اینجا بعد از تو استفاده کنید و نمیتونید از with استفاده کنید اشتباه هست اگر بگید که سارا got married with Bill نه to Bill کلمه بعدی wedding عروسی bride عروس و groom داماد هست امیدوارم که اینا رو بدونید و اگر نمیدونید خب الان میتونید یاد بگیرید بریم توی قسمت بعدی که گفته they got married که اگه بگید دی مرید فرمال تر هست دی این قبل از سال این آورده 1988 دی ونت آن دیر هانیمون برای روز هم آن استفاده کنید دوستان قبل از روز هانیمون هم به معنی ماه اصل هست تجربه ندارم ازش برای توضیح بدم فقط بدونید که ماه اصل هست They were married for 20 years و 20 سال هم با هم زندگی مشترک داشتن were married یعنی که مشترک داشتن و الان دیگه خب ندارن چون طرف میبینید که قد همچنین به قد خوابیده تو این کافن و متاسفانه death فوت کرده خب اینجا میخوایم در مورد death بگیم که چه اتفاقی برای آقای بل افتاد then Bill became ill یعنی مریض مریض شد he died last year die گذاشتهش میشه died که مرد سال گذشته و he died of a heart attack heart attack حملی قلبی he died of a heart attack از یه بیماری قلب یا سکته قلبی ببخشید از سکته قلبی مرد دیگه حالا من بیماری قلبی گفتم ولی هارت اتک میشه سکته قلبی خب و the funeral همونجور که میبینید فیونرال به این مراسم میگن فیونرال مراسمی هست که یکی رو به خاک میسپارن و توی فارسی ما بهش میگیم مراسم خاک سپاری خب بریم توی exercise گفته که think of people you know Where were they born and when؟ خب where were they born کجا به دنیا آمدن و okay. کی؟ یکی مثال زده منم یه مثال میزنم بقیه خودتون میتونید انجام بدید من در مورد خودم می نویسم که I was born in Iran متاسفانه uh, on November 6 1987 برای خدا کاری نداشت که ما I was بگیم I was born in مثلا کندا on فلانده شد دیگه اتفاق بود Let's go to 2-2 of find a word on the opposite page which means these things خب دوستان اگر کتاب دارید توی صفحه قبلیتون میتونید تماشید نگاه کنید این کلمات رو پیدا کنید اونجا Uh, که باید ببینیم که the name of the name for a woman on her wedding day خب توی روز عروسی به خانوم میگن bride و the name for a man on his wedding day is groom درسته what you are if you haven't got a partner if you don't have a partner اگه پارتنر نداشته باشی شما single single به قول ایرانی ها single به to be 57 kilograms. دوستان میبینید که زیر بی خط کشیده پس زمان حال فعل وزن داشتن رو میخواد بگی که میشه way، way. که فعل ب... اگر بخواید بپرسین هم گفتیم میتونید بپرسید که how much do you weigh what you are if your marriage has legally ended اگر legally ended بشه شما دیورست میشید و religious service for a dead person دوستان religious به معنی مذهبی هست یک اتفاق مذهبی یا یک مراسم مذهبی برای یک فردی که فوت شده درسته فیونرال هست و a holiday after a wedding a holiday after a wedding بعد از عروسی یه holiday میرن دوستان بهش میگن هانی مون ماه اصل یا ماه اصل و what you are if your husband or wife dies very good Without. Without. شما بیوه میشید دیگه بله بریم توی حرف اضافه ها ببینیم کجا باید چیو استفاده کنیم بر اساس چیزایی که تا الان خوندیم توجه کردین احتمالا من اینجا باز بهتون کمک میکنم که انجامش بدیم میتونید البته ویدیو رو نگه دارید خودتون انجام بدید روی کتاب و بعد بیاین که با هم انجامش بدیم Uh, گفته complete the sentences with words from the box in after of to born on in 2003 Anne got married دقیقا همون توضیح که دادیم to Robert Smith unfortunately متاسفانه unfortunately Robert's grandmother, مادر uh, Rosemary Smith, died. ولی متاسفانه مادر بزرگ رابرت دار فانی رو ودا گفتند فوت کردند از چه بیماری of old age داید یعنی از فلان چیز مرد از سن زیاد مرد ایشون دیگه خیلی زندگی کرده بود Uh, soon after دی wedding خیلی زود بعد از اینکه اینا ازدواج کردن اونشون هم دیگه از uh, سن بالا فوت کردن دیگه اینشالله دوستانی مثل آقای uh, حضرت نوح ایرانی ها هم خسته بشه این زندگی و دایر of اولد ایج بشه ایشون دیگه فکر میکنم stone ایج باید بشن اوکی okay, رابرت and آن ور کجا بودن تو که روز گفتیم برای روز از آن استفاده میکنیم درسته on their honeymoon when she died and Anne's baby daughter was two years later was born دخترشون هم بیبی دارر یعنی دختر آن هم دو سال بعد به دنیا آمد was born uh, they called the baby rosemary after رابرتس گراند اسمش هم گذاشتم روزماری به خاطر مادر بزرگ پیر رابرت بریم توی قسمت بعد امیدوارم که درست انجامش داده باشید قبل از من و بریم توی دو چار که گفته که uh, When were these people born and when did they die? کی به دنیا اومدن و کی هم از دنیا رفتن When did they die? write right بعد جمله بنویسیم چه شکلی این آقای گنقیس خان اسمش رو نمیدونم واقعا انگلیسی چیه حالا ما میگیم گنقیس خان 1162 به دنیا اومدن 1227 هم از دنیا رفتن عمری هم نکردن تفلک خب این آقای خان was born in 11, uh, uh, 1162 and died in 1227. سال رو میتونید دوتا دوتا بگید. کریستوفر کولمبس، ایشون من به جاش همون سی اچ میذارم که دیگه خیلی ننویسم کریستوفر کلمبس was born کی به دنیا آمده این 1451 and died died in 1506 1451 و 1506 ایشون هم زیاد عمری نکردن ای سال خب لئوناردو داوینچی was born من ال میذارم فقط برای اسمش ال was born جملاتش ساده است دیگه 1452 And died in fifteen nineteen. Princess Diana, Princess Diana was born in nineteen sixty one and died. in 1997 و آقای هفت لجر اش فقط اش uh, was born in 1979 and died in 2008 آقای هفت لجر همون uh, جوکر معروف فیلم های جوکر هستن دیگه اولین نفری که جوکر رو بازی کرد و توی قسمت بعدی complete sentences using died, dead, death در مورد اینها صحبت کردیم که کی بگیم died, کی بگیم dead و کی بگیم death خب جلز grandmother died last year فعلش رو میذاریم حالا اینجا باید نونش رو بذاریم دیگه درسته و نون died death هست Her death made her very sad. Made somebody sad یعنی ناراحتش کرد. خیلی ناراحتش کرد. Her grandmother has been اینجا هم باید قسمت سوم فعل استفاده کنیم. فعلمون دای هست. میشه دای. داید. داید. قسمت دو سه یکی هست. For five years now. الان پنج سالی که فوت شدن. و of heart attack. از چی فوت شدن ایشون؟ uh, he died, uh, she died of آو. آوش هست اینجا هست She died of a heart attack Now all Jill's grandparents are همشون are dead متاسفانه تمام پدر بزرگ و مادر بزرگ و ایناش الان فوت شدن مثل بنده هستم که میتونم بگم که All my grandparents are dead Are dead فوت شدن و بعد قسمت بعد میتونید از صفحه قبل استفاده کنید و این جملات رو در مورد خانواده محترم خودتون تکش کنید که من سعی میکنم که همراهی کنم باتون here are some ideas for making your sentences. For example بگم که I have uh, two brothers I have two brothers جمله بعدی میتونم بگم که... My sister, for example, my sister got married in 2012. Of the year was For my his her honeymoon. خب پس وقتی میگم my sister پس میشه for her honeymoon she went to the United States for example و اینا رو باید خودتون ترکیم میکنید دیگه من فقط دارم یه توضیح میدم که متوجه بشید و توی قسمت بعدی هم دوباره همین شکلی هست که I have or هر چیزی I have two brothers یا بگیم که یا my sister مثلا my sister got married my sister uh, has three children my sister has three children they were born in ستا سال میزایید مثلا 2011, 2015, 2019 Uh, سه تا سال رو میتونید بذارید جلوش مثلا این شکلی اگر بگم که my sister has two children they were born in 2011 و 2016 for example هر جور که دوست داشته باشید میتونید اینو انجام بدید خب امیدوارم که این کلمات رو یاد گرفته باشید خسته نباشید و به زوری با درس سه در خدمتتون هستم خدافظ